صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السخنان ارزشمند و زیبای مولانا محمد قاسم حفظه الله تعالی استفاده فرمودی و بنده در لحظاتی که انشاءالله خطبه شروع میشه چند جمله مختصر خدمت شما عرض کنم. چندی مسائل بود خواستم یاد بکنم و الا نیازی به صحبت بنده نیست و آنچه که نیاز بود گفته شد. الله تعالی به من و شما توفیق عمل نصیب بفرماید. قرآن عظیم الشان این کلام زیبای رب العالمین با پیامهای انسان ساز و رسا من و شما را دعوت داده است و فریاد برآورده است. در شرف فنا الله تعالی است و باقی است. اینطور معلوم میشه از آیه محتوای آن که الله تعالی به ما دو چیز عنایت کرده و مرحمت کرده. یک نعمتی در آخرت از محتوای روایات و احادیث اینطور معلومه که هر انسان یک جاه در بهشت دارد و برای اون نعمتی در بهشت فراهم آمده است. همانطور که هر انسان جای در جهنم دارد الله تعالی همه من و شما را نجات عنایت کند. نعمت های دیگری که الله تعالی به ما عنایت کرده است او در دنیا است. الله می فرمایند که نعمت دنیا فانی هست، فنا میشه. ما عندکم ینفد، آنچه که نزد شما هست، آنچه که نزد ما یه چیه، همین نعمت دنیا هست. زبان دنیای، چشم دنیای، گوش دنیای، دست و پای دنیا است، وجود دنیا هست، عمر دنیا هست، سلامتی دنیا، جوانی دنیا، همه اینها را قرآن می فرمایند فانی است. و ما با چشم می بینیم که چگونه این نعمت ها به پایان می رسند، خصوصا وقتی که موت می آید. اگر چشم جلوتر بینا باشد چشم کور می کنه، گوش ناشنوا می گرداند، زبان بند میشه و تمام اعضای بدن از کار می افتند و جواب می دهند. پیری می آید، بسیاری را از این اعضا از کار می اندازه و این اعضا را سست می کند و ضعیف می گرداند. حوادث پیش می آیند، در حوادث آدم دست و پاش را از دست می دهد و مفلوج می شه، عقل اشراط بسیاری اوقات از دست می دهد، زبان گاهی فلج می شه. و همه این نعمت ها در شرف فنا، در شرف زوالند، ماندگار و پایدار نیستن. ما هندکم یلفد، آنچه که نزد شما هست چه است؟ مال، ثروت، دارایی، زن و فرزندن، شوهر، مادر و پدرن، اعز و اقاربان، همه اینها نعمت دنیا و نزد ما هستند. اینا یک نزد ما یکی بعد دیگری فنا می شوند. کل این نعمت های دنیا پایدار نیستند و ماندگار نیستند و فنا می شوند و لحظه دل بستنی نیستند. معنی آیا دل دادنی نیستن که شما بینا دل بدید، شما خود را وابسته دنیا بگردانید
و دنیا را یک شی عظیم و بزرگ بدانید، برخلاف عقل، و آدم آدم عقلی نیست اگر روی دنیا حساب بکنه و او را نعمت بزرگ بداند و او را پایدار بداند. در حالی که ما همه روز میبینیم عزیزان ما چگونه از دنیا فنا میشوند و از دنیا میروند و ثروت اونها، دارایی اونها تقسیم میشه، زن ازدواج میکنه، زن میرود و شوهر ازدواج میکند، فرزندان بی سرفرست میگذارند. روزانه مشاهده چشم ماست. ما جنازه که میخوانیم، یعنی این که فنای دنیا را ما به چشم خودمان ملاحظه میکنیم و نافایداری دنیا را من و شما میبینیم. لذا الله اشتار داده که آنچه که نزد شما هست فانیه و فنا می شود، زوال میشه. از این نعمت حد اکثر استفاده را بکن. سرمایه دار عزیز، این سرمایه را اگر تو صرف نکنی در راه درست، در راه صحیح، فردا از دست تو می رود. این در دست دیگران نمانده، این همان مالی که دیروز دست دیگران بوده است، امروز در دست من و شماست. من و شما جانشین گذشتگانیم. والذی جعلکم خلائف فی الارض لیبلوکم فی ما آتاکم. الله شما را جانشین گذشتگان قرار داده، ابا و اجدادتان، مردم دیگر دنیا، تا شما را بیازماید به آنچه که به شما الله عنایت کرده است و داده است. لذا اینا فنا می شوند، و اما چیزی که ماندگار است و پایدار او، الله تعالی می فرماید آنچه که نزد خدا است، بهشت که نزد الله است پایدار، ثواب عمل شما که انجام میدید این نزد خدا است، عمل شما در دنیا انجام میدید ولی ثوابش می رود نزد پروردگار ما، ذخیره می شود. شما فانی را باقی بگردانید، با فانی را صرف ضرورت آخرتتون بکنید، صرف ضرورت دنیا. این زبانم برای آن داده شده که ما بتوانیم آنچه که نیاز ما در دنیا است برآورده بکنیم و آنچه ضرورت ما در آخرت با همین زبان تهیه بکنیم. یک وقت زبان را بکشاییم در منافع دنیوی، در کاروبار و روزگار، در اقتصاد و معیشت، در نیازهای دنیوی. آب بخواه، نان بخواه، با زبان میخواهید، و یک وقتی زبان به کار ببندیم در ذکر خدا، در یاد رب العالمین، برای اینکه به نزد خدا ذخیره آماده بکنیم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الله أكبر سبحان الله الحمد لله. إنها ما عند الله وما عند الله باق. نزد خدا أنتك زخيرة ميشه براي شما، جم ميشه، مال شما فانيه، در راي الله خرج کرديد، شد باقي، فقراء، مستمندان، خانواده زندانی، طلاب مدارس علوم دینی، نیازهای دینی و دنیوی را شما میتوانید با این مال برآورده بکنید و ذخیره آخرتتون بگردانید. عمر شما را الله به شما جوانی داده، به شما سلامتی داده است، به شما عمر داده، به شما قوت داده، توانایی داده. وقت اینا را هم صرفه نیازهای دنیا کن و ضرورت دنیا را برآورده کن و هم صرف نیازهای آخرت. با این عمر برای خود عمل آماده بکن، نیکی بکن، از سلامتیت کار بگیر، از جوانیت کار بگیر، از قوتت کار بگیر، چرا که اینا همه فردا فانی می شوند. باقی بگردان. عزیزی گفت که من مالم را میخوام از مال خودم چیزی را باقی بگردانم، فسنداز بگردانم در صندوق خدا،
در بانک خدا ذخیره کنم. چرا این بانک های دنیا اینا از فانی هست، این مال که در دست شماست گاهی این را سارق میزند میبرد، گاهی راهزن میبره، گاهی این عزیزان من نافدید میشه، ولی وقتی که شما این مالا خرج در صندوق خدا گذاشتید، در بانک خدا گذاشتید، این بانک سوخت و سوز نداره، گم شدن نداره، شما از سارق، دست سارق نجات دادید، دست غاصب نجات دادید، قد دست قدرتمندانی که مال شما را به زور ببرن نجات دادید و به نزد خدا این را پایدار کردید. عزیزان توجه داشته باشید، فکر کنید به پیام های الله تعالی چه پیام عظیمی داده است. قرآن عجیبیه، وقتی شما فکر کنید که چرا الله تعالی بعد از این آیه می فرماید که وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، دقت کنید، قرآن داره پیام می دهد که شیطان شما را به عمل صالح و عمل طیبه و پاکیزه که در دنیا هم حیات طیبه از عمل نیک حاصل می شه. عمل قرآن این بعد آیه بعدی همین بود که شما عمل صالح اگر انجام بدید و آنچه که نزد خداست اختیار کنید، الله شما را زندگی پاکیزه عنایت می کند. عمل صالح، ایمان کامل و نیکی که انسان انجام میده، نیکی سبب میشه که زندگی شما گوارا بشه، زندگی راحت بشود، زندگی بی‌غل‌غش بشود، غلها و غشها کمتر بشوند و شما زندگیتون لذت ببرید، کیف کنید، راحت بشید به وسیله عملی که نزد خدا ماندگاره. پشت سر الله می فرماید شما قرآن که تلاوت بکنید می کنید فاستعذ بالله بخوان، اعوذ بالله، معلوم میشه که بسیار سختیه، کار هر کس و ناکس نیست، کار مسلمان و هر انسان نیست که او بتوانه اعمالش را چنان نیک بگردانه، صالح بگردانه، ذخیره آخرت کند و پایدار اختیار کنه در مقابل ناپایدار. شیطان نمی گذاره، زور می زنه، لحظه می فرماین شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی آیه را تلاوت می کنه، کل آیه های قرآن شیطان به جنگ می آید، آیه های خاص که تاثیر خاص داران اونها بیشتر شیطان می جنگه. ولهذا اعوذ بالله اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. شيطان سلطان نداره بر بندگان متوکل، الان که ایمان خالص آوردن به نزد فروبر الله تعالی، و شیطان زورش را میزنه بر اونایی که با شیطان دوستی میکنن، اونا را پشت سر می اندازه، اونا را از باقیات و صالحات من می کنه، اونا را از عمل صالح من می کند و اونها محرومن. الله تعالی به من و شما توفیق عمل نصیب میکنه. جای حسرت و گریه است که انسان بدانه که آنچه نزد ما هست نافایدار و فانی است و آنچه نزد خداست پایدار و باقی است. باز هم انسان تلاش نکنه، کوشش نکند، ذخیره نزد الله تعالی جمع نکنه. تلاوت قرآن عظیم و شأن عزیزان من، ذکر الله تعالی، نماز پنج وقت، نماز سحر، نمازای نافلان، خیرات نفلی و زکات فرضی است، روزه ماه رجب و شعبان و رمضان و حج و عمره است و اعمال نیکی، همه اینها نزد خدا پایداران، ماندگاران، و آنچه که نزد ماست باقی است. الله من شما را توفیق بده که ذخیره بگردانیم برای آخرت و از تمام ظرفیت ها و توانمندی ها در جهت ذخیره برای آخرت آمادگی بکنیم، نزد خدا جمع بکنیم که نیاز داریم. نیاز طولانیه عزیزان من، بعد از موفات، بعد از مرگ،
و در عالم قبر زندگی طولانی است و به صحرای قیامت که میاییم 50,000 ساله یا برای بعضی هزار ساله، برای بعضی کمتر، برای بعضی بیشتر، و آخرت که پناه نداره. همیشه و همیشه انسان آخرت زنده ای. این نعمتای جنت را، این رضامندی خدا را، این سعادت آخرت را، این ثواب پایدار و ماندگار را بخرید به وسیله نیکی، بخرید به وسیله طاعت، عمل به شریعت، عمل به سنت، مسلمان صالح و نیک باشی، مسلمان واقعی باشیم. اللهم انا شما را مسلمانی بر حق بگردانم. و اما مطالب خدمت شما عرض می کنم که یکی از مطالب همین واقعا وضعیت اخیر منطقه حولا از شهر همس، ماشاءالله این شهر همس واقعا خیلی قربانی دادن و خیلی قربانی گرفته شده از شهر همس، بسیار تلفات دادن. منطقه حولا که یک محله از شهرستان همس در سایت های انترنتی آمده است، از طریق انترنت منتشر شده و از طریق محوره ها شما صحنه‌هایی را می‌بینید که بسیار بسیار دلخراش و دلازارند. بچه‌های معصوم و بچه‌های کوچک به صورت دست جمعی با کارد ضرب کردند، با تیر زدند و جمعی از بچگان، جماعتی از بچه‌های کوچک و اطفال کشته شدند و قتل عام شدند. واقعا انسان ها را انسان نمی توانه تحمل کنه. بچه، سال خورده، زنان دارن کشته میشن. به چه جرمی کشته میشه این بچه ها؟ کدام جرم این بچه ها انجام دادن؟ و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، وقت دختران زنده در گور شده سوال می شود که شما به چه گناهی کشته شدی؟ ولذا این بچه ها کدام جرم مکردن؟ واقعا نهایت درندگی است و نهایت قساوت قلبی که به بچه معصوم که قابل بوسیدن و قابل بویدن و قابل آنه که دست بر سرش کشیده بشه به این صورت قتل عام بشه و کشته بشود. واقعا سختی، هیچ وجدان بیداره و هیچ انسانی که ادنای وجدان داشته باشه، ادنای وجدان، ادنای انسانیت داشته باشه، نمیتونه چنین سارها را تحمل بکنه. واقعا تعجب از سازمان ملل و از قدرت های توانمند دنیا، از حکومت های توانمند دنیا، از رهبران دنیا که این صحنه را ببینند و سکوت اختیار کنند، خاموشی را اختیار کنند. سخته. واقعا حیران ماندیم دنیا به دنیا که دنیا چگونه این صحنه را میتونه تحمل بکنه، برداشت بکنه. این نسل کشیه و مبارزه با نسل آدمی زاده و بشریت هست. ولهذا این جنایت و جرم جنایت جنگیه و در بشریت باید تکان بخوره وقتی این حادثه را میبینه. ولهذا تعجبی از اونایی که قدرت در دستشون هست اینا چگونه این مسائل تحمل میکنن، و تعجبی از اون مسلمان که ایسان را ببیند اشکش جاری نشه، گریه نکنه و دست به دعا بر ندارد اگر واقعا دستش دیگه کاری ساخته نیست. دعا نکنه و دعا کنید الله به داد این بچه ها برسه. هر کسی اینها را قتل کردن، چه کسانی اینها را کشتن، چه انسانای بی رحمه، خدا پوزه اونها را به خاک بماله.
خدا ریشه او هر کسی است بکنه و او را از تاریخ محو بگرداند. الله و مطلب دومی که خدمت شما عرض بشود، او میدانید که سالگرد ارتحال امام راحل هست، رهبر فقید انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی که زحمت ها را تحمل کردند برای ملت ایران و زحمت کشیدند. واقعا بنیان گذار جمهوری اسلامی فرقی قائل نبودند بین ملت های ضعیف و مستضعف، فریاد برای همه ضعفا برآوردند، فریاد برای همه مستضعفین دنیا و چه مسلمان چه کافر و چه شیعه و سنی، و ندای مظلومیت مسلمانان را سر دادند و بین شیعه و سنی تفاوتی قائل نبودند. ایشان واقعا خدمت کردن برای ملت ایران و خواب نظام جمهوری اسلامی را بنیان گذار کردن، بنیان گذاری کردن و خاطر ایشان همیشه میمانه توی اذهان همه ایرانیان و بلکه خاطر ایشان توی دنیا موجود است. زندگیشون زندگی پر خاطره بود و ملت ایران این رهبر فقیدشون را فراموش نخواهند کرد. و عزیزان من، این مراسم هم مراسم ختم به نام ختم معروف فارغ التحصیلی این فرا رسیده است. 27 رجب روز دوشنبه هست و از صبح دوشنبه آغاز میشه و تا شب به پایان میرسد و لحظه مهمانای زیادی می آیان و فضیره اینها برای شما اجر جهاد دارد، اجر مهمان نوازی و سخاوتمندی را داره و اجر فی سبیل الله را دارد. لحظه آنانی که توانای مالی دارن مال خرچ کنن، آنانی که توانای مال ندارن اونایی که توانایی مال و جان دارن مال و جان خرج کنن، توانایی تنها مال مال، توانایی تنها جان جان و خدمت کنند. حالا ما نیاز داریم به وسیله ماشین نیاز هست، چون فرصت مقدار دیر شده و دیر دوستان ما جنبیدند. هم نیازه که عزیزان خودشون برای بستن خیمه ها و انتظامات نظم در ایدگاه آمادگی داشته باشم. مخصوصا ما حالا ایدگاه غلطک میزنیم، بسیاری جا خاک بلند میشه و نیاز است که یک ماسه نرمی بریزیم که دیگه نیاز به جانماز تن نباشه، نیاز به فرش نباشه، بر سر ماسه دوستان بنشینن ماسه تمیز و نماز بخوانن و بخوابن و دراج بکشن، چون ما اینقدر نمیتوانیم که زیرانداز فراهم بکنیم و نمیتوانیم اینقدر جانماز فراهم بکنیم. و لحاظه انشاءالله از کنفرانس اداران دعوت میشه که انشاءالله بعد اعلام میشود از کجا مادنی پیدا بکنیم، خاک بیاریم، ماسه بیاریم، بریزیم. و نیازی که اینجا مطرح کردن گوشت مطرحه، برنج مطرحه، روغن، قند، چایی، ظروف یک بار مصرف، وسائل صبحانه، خرید فرچه جهت خیمه ها، خیمه بسیار فرسوده شده و نیاز به فرچه هست، و از همه مهمتر عزیزان نوشتن که وجه نقدی پول که هر نیاز را میتونه برآورد کنه. فعلا شاید مبالغه نباشد که بنده بگم 5 میلیون تومان، من اطلاع اینه که 1 میلیون تومان نیست، ولی احتیاطا میگم 5 میلیون تومان تا حالا در رابطه با کارای ایدگاه در دست ما نیست، و علاوه از اینکه ما از پول مسجد و مدرسه نمیتونیم اونجا صرف بکنیم، حتی شام و نهار شما از مردم هست،
ولی فعلا مسجد و مدرسه هم چیزی ندارن که ما قرض کنیم و اونجا خرج کنیم. ولی هذا ما دوستان ما در انتظارن و چشم به راه و بی صبرانه نشستن که شما دست بالا بگیرید و این مدرسه ایدگاه هر سال ماشاءالله همت شما خوب بود و امسال انشاءالله هم از سال گذشته بیشتر باشه. الله شما را جزا خیر بده. فرمودند که تاریخ شمسی 29 خرداد میباشه، 29 خرداد، 27 رجب و روز صبح دوشنبه انشاءالله ساعت 8 مراسم شما شروع خواهد شد. الله تعالی توفیق عمل عنایت کند. طلب دعا شده برای حاجی رسول که یکی از همراهان ما بوده در این سفر و در اثر سانحه رانندگی و ماشینش چپ کرده و ایشون شدیدن دچار زخم شده و مصدوب شده است و مجروح. دعا کنه که الله ایشان شفا بده. تو همراه دیگریشون که الحمدلله خوبان، اونا را والله سالم بگردانا. ولی این عزیز مجروح شده و دعا کنید که الله به بزرگی خودش به شرافت اسماء الحسنا و نامای نیکش سلامتیشون را برگردانا. جوان بسیار مفید و درد بخور هستشون. و یاد داشت دادن که سفارا عرض کنم که قبل از خطبه تکانه بخورند عزیزان و صفشون هم نظم بکنن که بعد از خطبه فرصت کمتر است برای راستی صفا. درخواست کردم شما دوستان که هم دعا کنید. دعا ما بیشتر نیاز به دعای شما. خواهران و مادران هم سفارش بشوند که دعا کنن و الله تعالی مقبولیت عنایت بکنه و رحمت های خودش را نازل بکنه و در جهت خود قبول بگردن این خدمت و اطلاع رسانی هم بکنن. دوستانشون ارجا هستن دعوت کنن، پذیرایی بکنن و بیارن توی مراسم شرکت بدن. هر کسی دوستان خود را بیاره و پذیرایی کنه و بیاره و توی ایدگاه هم پذیرایی میشه.